درس دوم شدت یافتن و درمان ناپذیری شکاف و شقه و مخاصمات درونی رژیم علیل و تکپایه ولایت در دوران پایانی است. درس سوم که مهمترین درس است، استمرار قیام و عزم جزم مردم بپا خواسته و جوانان پاک باخته برای استمرار قیام در هر شرایطی و با استفاده از هر پوشش و مناسبتی است. دیگر آب از سر رژیم گذشته و ولی فقیه قافیه را باخته است. رفسنجانی امروز با صراحت به بحران و وخامت اوضاع رژیم و به ضرر و زیان تمامیت رژیم در جریان انتخابات اذعان و تحکید کرد. در عرصه بین المللی هم گواهی می دهند که در ایران چیزی به جریان افتاده که دیگر امکان متوقف کردن آن وجود ندارد. آری، حق دارید که دست افشان و پاکوبان و جانانه بخوانید که ما همه یک صداییم، ما همه یک نداییم. خلاصه بگویم، از روزی که تلسم ولایت فقیه و هیمنه بزرگ امامداران نظام در جریان شعبده انتخاباتی در هم شکست و قیام آغاز شد، قطار بیدنده و ترمز رژیم ولایت در سراشیب سقوط افتاده و مرحله سرنگونی فاشیسم دینی بالفعل استارت خورده است. مشروط بر این که ما، یکایک ما و ملت ما برای پرداخت بها آمادگی و اراده تزلزل ناپذیر داشته باشیم و آن را اثبات کنیم و به جهانیان نشان بدهیم. ولی فقیه ارتجاع قرار از یک پایگی 4 ساله و دستاوردهای بادآورده جنگ در عراق، به خصوص خلع سلاح ارتش آزادی بخش ملی ایران و محاصره مجاهدین، سلسله ای از اشتباهات مرتکب شد. هم میخواست احمدی نژاد را یک مرحله ای از صندوق بیرون بکشد، هم آمار 40 میلیونی و شرکت 85% بدهد، هم تنور انتخابات را با مناظره گرم کند و همچنین در این اثنا رفسنجانی و موسوی و کروبی و سایرین را لجنمال و بالکل از دور خارج کند. اینجا بود که شکاف باز شد و جوشش شرایط عینی و ظرفیت عظیم انفجاری که در هر فرصتی و از هر روزنه‌ای بی‌دریغ و با هر قیمتی بیرون می‌زند فوران کرد. قیام 26 تیر در یک کلام اثبات آغاز پایان و استارت مرحله سرنگونی این رژیم است. رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران در 30 خرداد به درستی گفته بود امروز 28 سالگرد مقاومت آزادی ستان مردم ایران است، با 120 هزار شهید آزادی. پس با غرور و افتخار تمام از جانب مردم ایران به دنیا اعلام می کنم که به لحاظ سیاسی و استراتژیک شعبده بازان یعنی ولی فقیه و گماشتش پاسدار احمدی نژاد شکست خوردند و ناگزیر رژیمشان را به سراشیب سقوط و به دوران بی‌بازگشتی راندند که چرخ‌ها را علیه تمامیت رژیمشان به حرکت درآورده است.
اعلام می کنم که برنده حقیقی و نهایی انتخاباتی که رژیم ترتیب داد ما هستیم. ما مردم ایران، ما ایرانیان تشنه آزادی در هر کجای جهان و ما اشرفیان. آری، این پیروزی، پیروزی مردم و مقاومت ایران و مجاهدان آزادی است که 7 سال است در اشرف محصور و محبوسند.